<ممتاز> يا من لا شريك له سبحانك سبحانك سبحان. 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 يا من لا شريك له سبحانك سبحان. يا من لا شريك له سبحانك يا من لا شريك له بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنیم به تک تک شما بینندگان عزیز و گرامی چقدر شما خوبید وقتتون رو اختصاص دادید به برنامه های قرآنی برنامه های معارف گرچه حالا نمیگیم برنامه های دیگر هم نبینید اما مؤمن باید یه بخشی از وقتش رو صرف فراگیری مسائل دینی کند مخصوصا در روز جمعه سفارش بیشتری شده است ما هم خدا رو شاکریم از اینکه این توفیق رو به ما داده است که در خدمت شما باشیم امیدواریم که بتونیم مسائلی که بیشتر مورد نیاز هست اینجا مطرح کنیم این نیازی بخشیش برمیگرده به سوال شما این سوال های شما حاکی از نیاز افراد جامعه و مخاطبین برنامه هست خب یادتون هست بحثمون در مورد چی بود اگه برنامه رو دیده باشید قطعا یادتون هست حجاب پوشش گفتیم که لباس ما که می پوشیم در بیرون در نگاه دیگران باید شرایطی داشته باشد اون شرایط رو فهرستوار و اجمال قبلا عرض کردیم دو هم توضیح دادیم یکی این که مباه باشد یعنی قصبی نباشد لباس خودمون باشه لباس دیگران هست با رضایت و اجازه بپوشیم دومی که بدن رو به طور کامل یعنی به طور لازم به مقدار لازم بپوشاند اینم توضیح دادیم و اما شرایط دیگر یکی دیگه از شرایط حجاب و لباسی که آقایون یا خانما می این که میگیم آقایون خانما ها یا خیال نکنید خانما باید با حجاب باشن آقایون هم باید با حجاب باشن آقایون هم باید لباس درستی بپوشن یکی اینکه که نازک و بدن نما نباشد علاوه بر اون دو شرط اینم هست یعنی اگر لباس نازک باشه از زیرش بدن پیدا باشه این حجاب کاملی نیست خانم جوراب پوشیده مانتویش هم کوتاه هست از زیر جوراب پاش پیداست خب این حجاب کاملی نیست یا مثلا ورزن پیرهن آستین کوتا تنش هست چادرش هم نازکه از زیرش دستش پیداست خب این حجاب کاملی نیست ای چادر سرمه خانم ممکنه بگه چادر سرمه خب چادر هم که برنده درسته تمام بدن رو پوشنده ولی نازک است بدن نماز یعنی از نظر زخامت این شرط رو ندارد بنابراین در انتخاب لباس این نکته رو باید مراحت کرد حالا ممکنه کسی بگه که خانم اگر حالا خانم یا آقایی دو تا لباس تنشه لباس روش نازکه عبای من الان نازکه زیر این عبا قبا پیداست اما زیر قبا بدن من که پیدا نیست این اشکالی داره نه این اشکالی نداره اگر چادر نازک بود زیرش هم لباس دیگه ای بود بدن خانم پیدا نبود از جهت دیگه هم اشکالی یعنی مثلا انگشت نمیشد اشکالی نداره دو شرط بعدی که میشه شرط چهارم و از شرایط که امروز داریم میخونیم دوم هست برامدگی های بدن رو کامل بپوشانه بعضی از لباس ها بعضی از منتو ها بعضی از خلاصه لباسهایی که آقایون یا خانم ها میپوشن هجاب کاملی نیست به قدری تنگ و چسبونه که نمیشه هجاب اسلامی نامگذاریش کرد من حالا یه مثالی میزنم حالا خیلی هم نمیخواد تشبیه کنیم اما یه مثالی میگم اگر یه خانمی به بدنش گل به ماله بیاد بیرون بدنش گل مال کنه بیاد بیرون شما میگید این حجاب داره معمولا میگن این حجاب نداره دیگه این همه جای بدنش معلومه دیگه فقط گل روشه خب حالا اگر این گل تبدیل شد به پارچه و چنان چسبان هست که تمام اجسکی ها و بدنش معلومه این حجاب کاملیه خب اون گل که اتفاقا زننده تره هست. این لباس گاهی هم رنگش گاهی نوع دوختش بیشتر هم جلب توجه میکنه یعنی جالب تره در حالی که شما اونو هجاب نمیدونید اینو هجاب میدونید نه نه اون حجابه نه این هجابه بنابراین لباس باید به قدری گشاد باشد که برامدگی های بدن رو هم بپوشاند شرط بعدی این که لباس شهرت نباشد این شرط رو شما در رساله های عملیه دیدید در بحث لباس نمازگذار در بسیاری از رساله های توضیح المسائل مسئله آمده است که با لباس شهرت اگر کسی نماز بخواند نمازش باطل است بعد اجمالا اونجا توضیح دادن گاهی سوال شده تو استفتاهات اومده که لباس شهرت چیه یعنی لباس شهرت لباس شهرت میفرمان لباسی است که شخصی که می پوشد این لباس برای او از نظر رنگ از نظر دوخت از نظر اندازه از نظر کهنگی از نظر مد و مدل جوری باشه که وقتی که می پوشه، انگوش میشه هم میگه این چیه پوشیده این چی لباسیه این پسر فلانی این لباس پوشیده این دختر فلانی ای چل چی دیدی چی پوشیده بود دقت کردی انگوش میشه جلب توجه میشه همه به اون نگاه میکنن این بهش میگن لباس شهرت حتما لازم نیست نو باشه ها ممکن لباس مندرس باشه اینقدر وصله داره که انگوش میشه دین میگه آقا وزین باش سنگین باش لباس کهنه لباس مندرسی که انگشت ما میشی نپوش حالا ممکنه بگو بابا نداره خب نداره حال استراره اون اشکال نداره اما اگه داره اونم دین نمیپسنده مدی که تازه آمده به بازار خانما هنوز اینو نمیپوشن متعارف نیست تو بپوشی بیرون بری انگشت میشی من یه وقتی رفتم در یکی از در همه همه خانما چادر سفید سرشونه همه سفید اما یه جای همه خانم‌ها چادرشون مشکی اگه خانم چادر سفیدی بپوشه بیاد بیرون همه توجهشون بهش جلب می‌شود انگشتنما می‌شود بله این هم اشکال داره پدر ما نقل می‌کرد که آقای کلا نمدی داشت زیر کلا نمدیش یه برگ چقندر می‌گذاشت نصف این برگ چقندر از زیر کلاش بیرون بود هر کی اونو می‌دید نگاه می‌کرد ای چه وضعیه میگفتن ازش پرسیدیم بابا این چه وضعیه درست که برگ چغندر بره چیه گفت میخوام مردم غیبتم کنن این از اشتباهات بعضی از افراد ها میگن یه کاری بکنیم غیبتمون میکنن گناهانمون شسته بشود نخیر خیر آقا اگه سبب غیبت دیگران شما باشید دو تا گناه میبری یکی سبب شدی یکی هم مردم گناه کردن یا یعنی اصلا گناه از شما کاسته نمیشود بله اگه شما هیچ تأثیری نداری هیچ خبر هم نداری پشت سر شما حرف زدن بله بعضی از روایات میگه که گناه شما گای پای او نوشته میشه ثواب او پای شما نوشته میشه اما این وضعی که برای خودت درست کردی با این برگه چه اون داره که انگوشنما میشوی این کار حرامی اصلا عرض کردیم اسلام پیروان خودش رو با شخصیت وزین میپسنده جوری که بین مردم جلف باشه سبک باشه انگوشنما بشود، مرد اینو نمیپسنده بنابراین میگه لباس شهرت لباسی که از نظر دوخت از نظر اندازه مثلا حالا نگاه کنید یک لباسی پوشیده یه پاچه شلوارش بالای زانو و یکی روی پاهاست همین بیاد بیرون همه بهش نگاه میکنن این هم لباس شهرت یا لباسی رو وارونه بپوشه یا من مثلا رو این قبا جاکت بپوشم میشه لباس شهرت و از نظر دین اسلامی کار حرام است و پوشیدن این لباس حرامه و این جور لباس که کسی بپوشد و نماز بخونه به فتوای بسیاری از فقها نمازش باطل است اما بخش سوالا تا لحظات دیگر در خدمت شما خواهیم بود ان اولین سالی که میخوام خدمتون م... یعنی بگم و جوابش رو عرض کنم مربوط به حالا نیست قبلا ما شنیدیم ولی مربوط به این بحث من همینجا مطرح میکنم بحث لباس شهرت که گفته میشه بعضی هم میگن آقا لباس شما هم لباس شهرته برخلاف هم هست یعنی مردم دیگه لباس جور دیگه میپوشن شما ها قبا میپوشید قبای بلند امامه به سر میذارید عبا میذارید خب این هم لباس شهرته در جواب باید عرض کنیم لباس سنف غیر از لباس شهرت است لباس پرستار لباس پزشک لباس نظامی لباس روحانی اینا لباس سنفه اگه من تو سنف خودم بر خلاف سنف خودم لباس پوشیدم میشه لباس شهرت همینجوری که گفتیم اگه من میام رو قبای جاکت بپوشم اونم جاکت مثلا قرمز این میشه لباس شهرت پس اون نظامیه لباس نظامی که پوشه لباس شهرت نیست اگه لباس نظامی رو یه جوری پوشید که انگشت نما شد میشه لباس شهرت نه این لباس سنف است و لباس شهرت محسوب نمی شود سوال کردن گفته شده ابریشم برای مردان حرام است در این باره توضیح دهید مقصود چیست اولا نگاه کنید ابریشم که میگن برای مردان حرام است چون اولا این بر اساس فطرت و طبیعت مرد و زن هست برای خانم ها مثلا طلا حلال است لباس ابریشم حلال است برای آقایون حرام است حالا یه آثار طبی هم ممکنه داشته باشه که نسبت به طلا بهش رسیدن ابریشم مقصود ابریشم خالص است اولا ثانیا ابریشم طبیعی نه یه چیزی مصنوعی درست کردن اسمش گذاشتن ابریشم یا اینکه ما نمیدونیم ابریشم یا نه یا ابریشم خالص هست یا نه این اشکالی نداره باز در مورد انگشتر طلا سال کردن انگشتر طلا برای مردان حرام است یا اگر صرفا در همان ها همیشه حرام است یا اگر صرفا در همان مجلس عقد و عروسی دست کند اشکال ندارد پاسخ این سوال این است که در احکامی که آمده از طلا برای مردان حرام است زیور طلا حرام است نفرمودن مگر برای داماد مگر در مجلس عروسی مگر در مجلس شادی مگر یک بار این استثناء ها ذکر نکردن بنابراین زیور طلا برای مردان کلا حرام است مخصوص انگشتر هم نیست حلقه هم باشه حرام است گردنن باشه حرام است زیور دیگه هم باشد حرام است تلا مال زن هاست خداوند هم رو یه جوری آفریده برای تلا میمیرن حالا آره میگه میمیرن یعنی واقعا خیلی علاقه دارن بعضی از مردا اصلا به تلا علاقه ندارن اما خانم ها خیلی هاشون از جلو مغازه تلا فروشی رد بشن زنشون شل میشه بلگاهی هم خیلی دست خودشون میذارن یا دست رو دست آقا میذارن خدا هم برای اون آفریده خب دوست داشته باشن خودشون هم اینجوری آفریده است علاقه هم دارن اما آقا دامادی که میخوای انگشتری گران قیمت داشته باشی غیر از طلا هم هست شما برو پلاتین بخر پلاتین فلزیس، ارزشمند گران قیمت زیبا هم هست یا خب عقیق که مستحب مثلا با نقره یا با همون پلاتین با عقیق با فیروزه زیبا هم هست نه اختصاص به خالی و حال دیگر نداره برای عروسی و عقدم باشه حرام است و مهم این است که ما همیشه احکام اسلام رو مراعات کنیم نه که هر کجا به طب من خوش آمد بگیم بله هر کجا خوش نیومد بگیم نه مثل بعضی ها که میگردن تو فتوای مراجع ببینن کدامش راحت تره اول بگن اون که راحت تر میگیره از اون تقلید کنیم بعدم تو فتوای مراجع هر کدام راحت تره اون را عمل کنیم نه آقا شما نسخه پزشک میدن اونی که داروی تلخه میخوری اگه یک مثلا داروی هم باشه طعم شیرین داشته باشه اونم استفاده میکنی دیگه نمیگی چرا اون تلخه یکی نخوری اون یکی بخوری سال شده طلای سفید هم برای مردان حرام است بسیاری از فقها نظرشون این است چون طلای سفید هم نوعی طلا هست بله برای مردان اونم حرام است ولی پلاتین فلز دیگه است اشکالی ندارد ولی بعضی از فقه هم فرمودن نه اونی که حرام است طلای زرد است دیگه حالا در این مثلا باز نظر مرجع تقلید خودتون مهم است بله سال شده است با توجه که از نظر احکام اسلام تمام بدنمان باید پوشیده باشد کرم و عطر هم نزنیم چطور می توانیم زیبا و تمیز زندگی کنیم بله خیلی سوال است دیگه پیغمبر ما زیبا و تمیز زندگی کردن ائمه ما همچنین همسرانشون همچنین فرزندانشون همچنین خوبان عالم تمیز و زیبا زندگی کردن احکام مراعات کردن کجای احکام اسلام است که عطر نزنید کجای احکام اسلام اومده آرایش نکنید فرمودت آرایش میکنی جلو نامحرم نرید آرایشتون از نگاه نامحرم بپوشونید گاهی وقتا خانم برش واجب از آرایش کنه اگر شوهرش درخواست کرد میخواد باید آرایش کنه کجا آرایش حرام است میخواد بره این مجلس زنانه مرد نامحرمی نیست مرد نامحرمی رو نمیبینه خب آرایش کنه بره در نگاه زنها چه اشکالی داره عطر زدن کجا گفتن عطر زدن حرام است مستحب به عطر زدن خوشبو بودن معطر بودن بهتر از بوی بد عرق بدن است که اگر همه مردم عطر بزنن همه معطر باشن دیگه اگه خانمی هم عدزت بیرون آمد که عطر او جلب توجه نمی کند اونو استشمام نمی کند همه جا معتر است همه معطر هستند اما متاسفانه در زندگی ما این عطر و مواد خوشبو کننده کم رنگ است پیامبر ما حزینه عطرشون به نسبت به سایر حزینه ها میگن بیشتر بوده است مسجد پیغمبر یک ستونی داره معروف است به استوانت مخلقه که گفتن ستونی بوده که بر پای ستون خلوق دود میکردن یعنی مسجد پیغمبرم خوشبو لباس پیغمبر خوشبو بدن پیغمبر خوشبو زندگی پیغمبر تماما خوشبو خانهش خوشبو و ما مگه همه جوری باشیم همه معطر باشن بله وقتی که مردا عد نمیزنن زنا عد نمیزنن معطر نیستن یه خانم عد بزنه بیاد بیرون عطرش نامحرم استشمام میکنه میگن حرام است درست همه بله اما اگر خانم میخواد عطر بزنه که جلو شوهرش خوشبو باشد عطر میزنه که بیرون میاد جلو خانم ها خوشبو باشد اشکالی نداره عطر رو برای نامحرم نمیزنه عطر ملایمی میزنه که نامحرم استشمام نکنه خودش هم خوشبو باشه اینا که اشکالی نداره بنابراین با همین احکام اسلام میشه تمیز و زیبا زندگی کرد انشالله که همیشه سالم باشید خدا نگهدار خلاصه این برنامه ادامه توضیح موارد بیان شده شرایط لباس حجاب در برنامه قبل نازک و بدن نما نباشد پوشش لباسی که به واسطه نازک بودن بدن را نمایان می کند حرام است برامدگی های بدن را بپوشاند مسلمان اجازه ندارد لباسی را بپوشد که تنگ و چسبان باشد و برامدگی های بدن را نمایان سازد لباس شهرت نباشد به لباسی که از نظر رنگ، اندازه، دوخت، طرح کهنگی، مد و مدل به گونه غیر عادی باشد که توجه دیگران را به خود جلب و فرد را انگشت نمای دیگران کند لباس شهرت گویند لباس شهرت با لباس سنف یعنی لباس ویژه حرفه افراد متفاوت است پوشیدن لباس شهرت حرام و نماز خواندن با آن باطل است مسلمان اجازه ندارد که با نحوه پوشش و لباس خود توجه افراد را به خود جلب کند و یا آنها را به گناه وادارد در برنامه آینده به موضوع ادامه شرایط لباس هجاب می پردازی.